به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید شالنگی هستم، از لندن در ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود. چون که همونطور که در هفته گذشته گفته بودیم، از این به بعد در پنج شنبه شبهای تفسیر خبر آقای منصور اوسانلوی عزیز و گرامی، فعال سندیکای کارگری، با من و شما هستند از نیوجرسی آمریکا. پی میگیریم اخبار و رویدادهای کارگری در ایران رو، آنچه که در عرصه مربوط به کارگران ایران میگذرد با آخرین اخبار در این زمینه. از جمله خبرهایی که داریم، بیکاری 110 کارگر دیگر ایرانی است در شرکت یا کارخانجات پیشرو مصالح. سقوط 2 کارگر ساختمانی هست که منجر به کشته شدن اونها شد که فاقد امکانات ایمنی کار هستند. همچنان که در آبادان، پالایشگاه آبادان از حقوق کارگران کم کردند برای فضای سبز در پالایشگاه نفت آبادان، اقدامی که بسیار تعجب برانگیز است، مثل بسیاری از اقدامات دیگر جمهوری اسلامی در تضییع و پایمال کردن حقوق کارگران ایرانی. و اما دو خبر خوش نیز داریم، یکی آزادی کارگر ایرانی کرد هست، وفا قادری هست از زندان، و خبر خوش دیگر این که رضا شهابی، همکار آقای منصور اوسانلو در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، برنده جایزه بین‌المللی نهاد بین‌المللی حقوق بشری در اتریش شده است. و در طول برنامه از آقای منصور اوسانلو جویا خواهیم شد که سندیکای کارگری چه محاسن و امتیازاتی برای کارگران ایرانی دارد. با من و شما هستن آقای اوسانلو در نیمه نخست تفسیر خبر. تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلوی گرامی، به شما سلام میگیم. سلام، روزتون بخیر و سلام به بیننده ها و هممیهنان ما در همه جای دنیا. آقای اوسانلو، بذارید با خبرهای خوش آغاز کنیم. آزادی آقای وفا قادری هست، برنده شدن یا تعلق یا اهدای جایزه حقوق بشری از نهادی بین المللی در اتریش هست به آقای رضا شهابی که متاسفانه ایشون مثل کارگران دیگری در همچنان در زندان هستند. ارزیابی این خبر دوم رو از شما میشنویم و همچنین وضعیت آقای شهابی در زندان و بقیه کارگران زندان. تشکر میکنم. آقای وفا قادری از کارگرانی که در جهت تشکریابی و سازماندهی کارگران تلاش میکرده و بسیار شناخته شده هستند برای کارگرانی که در غرب کشور، منطقه کردستان فعالیت میکنن، با کمیته هماهنگی برای تشکیل تشکل‌های کارگری که یک نهاد کاملا مستقل هست و هیچ وابستگی به حکومت و حراست و دولت نداره، ایشون رو فقط به صرف تلاش‌های کارگری که داشتن برای اینکه بتونن سندیکاها و تشکلها و شوراهای واقعی کارگری رو در منطقه‌ای که کار میکنن و زندگی میکنن به همراه کارگران دیگری مثل آقای یوسف آب خرابات یا
سید واحده و مولانایی و مثل آقای صبوری و ندیمی که هم اکنون در زندان هستند متاسفانه به زندان بردن و خوشبختانه بعد از 3 ماه و نیم به خاطر اینکه بسیار اعتراضات زیادی شد برای آزادیشون و همچنین کارگرایی که در کمیته هماهنگی و کمیته دفاع از حقوق کارگران مهابادی اطلاعیه زیادی داشتن و خبررسانی شد و همچنین بیگناهی ایشون برای تمام مردم شهر روشن بود. به هر حال چند روز پیش در هفته گذشته مجبور شدن ایشون رو بالاخره آزاد کردن. فعلا حتی میگه فعلا چون در ایران هیچ چیزی ادامه دار نیست و ممکنه دوباره ایشون رو دستگیر کنن. خوشبختانه موقعی که ایشون از زندان بیرون اومدن تجمع بزرگی شد و کارگران و خانواده ها و دوستان ایشون و اعضای کمیته های مختلف کارگری تو منطقه کردستان و سنندج و اونجاها آمدن و ایشون رو تا منزلشون یاری کردن و پس از اون هم که به خونه رفتن اونجا یک مراسمی گذاشتن و در رابطه با آزادی ایشون میشه بگیم یک جشن کوچیکو در محله ایشون گرفتن و اهل محل، دوستان، فامیل، خانواده در این شادمانی شریک شدن و این جای تبریک داره به کارگرانی که در شرایط سخت منطقه کردستان تلاش میکنن برای ایجاد تشکل و سندیکا و نهادهای مستقل کارگری. در مورد آقای شهابی، جایزه‌ای که در اتریش به ایشون تعلق گرفت، البته ایشون در زندان هستن مثل کارگران زندانی دیگه، در این زمینه اهمیت این جایزه، توجه نهادهای بین المللی به وضعیت کارگران در ایران، سندیکاهای بین المللی کارگری و همینطور وضعیت زندانیان کارگران زندانی رو از شما میشنویم آخرین خبرها رو. بله مرسی. ما یک خبر خوش که داشتیم، رضا شهابی با توجه به اینکه نزدیک به 5 سال داره تحمل زندان میکنه متاسفانه و کاملا بیگناه در زندان، رضا تنها جرمش این بوده که در رابطه با سندیکای کارگران شرکت باید کار میکرد، تلاش میکرد و کار رضا این بود که حتی در داخل زندانم که قرار گرفت از موضع کارگری خودش و از موضع دفاع از سندیکا کوتاه نیامد و به همین دلیل خیلی آزار و اذیت دید و مدت‌ها در انفرادی شکنجه شد، ستون مهرهاش آسیب دید، بعد از اعتصاب قضای طولانی مجبور شدن ایشون رو به بیمارستان ببرن در سال 89 و 90 و جراحی بشه، ولی به جای اینکه نگهش داره، یعنی در بیمارستان نگهداری بشه، ایشون رو دوباره برگردوندن به زندان و عملا اون زحماتی که کشیده شده بود تا ایشون جراحیش پاسخی بگیره برای بهتر شدن، عملا دوباره ما خبر دقیق داریم که نیمی از بدنش در حالت بیهستی و درد قرار داره و 5 تا مهرهاش دوباره آسیب دیده و شنبه آینده بایستی دوباره ایشون رو ببرن به بیمارستان برای جراحی تکمیلی و با فشار به ایشون آوردم که موقع بیمارستان میره اطلاع رسانی نکنه یا با خانوادش ملاقاتی نداشته باشه، ولی میبینیم که کماکان متاسفانه فشارها هست و حتی برای معاینه از مثلا زندانم موقع زندانی ها میرن بیرون، کارگر ها میرن بیرون، موقع برمیگردن بسیار رفتارهای توهین‌آمیز با اون. این حالا به این سراغ جایزه، این جایزه یک جایزه است که نهادهای حقوق بشری در کشور اتریش به نام سودویند و با عنوان جایزه حقوق بشری رها شناخته میشه که این جایزه رو از طرف نهادها و بنیانگذاران اصلی فروشه حقوق بشر در اتریش به این کارگرها و زندانیها و کسانی که در رابطه با حقوق بشر در ایران تلاش میکنن میدن. 6 برنده داشته امسال این جایزه که توسط هیئت داوران ویژه‌ای که متشکل از شیرین عبادی برنده جایزه نوبل و وکیل مدافع حقوق بشر به عنوان رئیس هیئت ژوری و آرون رودز از بنیانگذاران و محقق اصلی پروژه حقوق آزادی و مدیر اجرایی سابق فدراسیون بین‌المللی هلسینکی برای حقوق بشر و کارولینا پانوفسکی رئیس حقوق بشر و عضو هیئت مدیره سودوویند انتخاب
شدن و آقای شهابی به این دلیل که ایستادگی کرده و از حقوق کارگرا که خود حقوق کارگرا بخشی از حقوق بشر و میتونیم بگیم همه حقوق بشر هست و از این حقوق حتی در زندان هم دفاع کرده و ایستادگی کرده و زیر شکنجه حاضر نشد به دروغهایی که بازجوها ازش میخواستن تن بده، حقش است که شناخته تر از این بشه و این جایزه ها تعلق بگیره به افراد اینچنین تا کمک بکنه به آزادی اونها از زندان. من حالا به جز رضا شهابی که این مقاومت رو کرده و این جایزه رو گرفته که جای تبریک داره به سندیکای کارگران شرکت واحد و هیئت مؤسس سندیکای کارگری و همه کارگران مبارز در ایران که در این مدت خیلی کوتاه تونستیم ما آموزش های سندیکایی رو بدیم و چنین کارگرانی رو بتونه جامعه سندیکایی ایران به طبقه کارگر و مردم ایران به اصطلاح تقدیم بکنه که بتونن با حضورشون و مقاومتشون در زندان به جهانیان یادآوری کنن که زیر سخت‌ترین فشارها هم این کارگران و زندانیان سیاسی و مبارزین آزادیخواه ایران مثل رضا شهابی ها و حشمت طبرزدی ها و امثال اون که حالا نمیخواهم بود از بقیه مقاومت میکنند و برای از بین بردن استبداد، دیکتاتوری و نقض حقوق بشر دارن تلاششون رو میکنند. ممنونم از شما. آقای شهابی گرامی، ما در یکی از پلاکارد ها دیدیم در تظاهرات بود، در چند لحظه پیش در همین برنامه همکاران هم در اتاق فرمان نشون دادن که نوشته بود سندیکا حق مسلم کارگر است. شما چهره میشه گفتش محور فعالیت های سندیکایی در ایران پس از انقلاب هستید، در ایران پس از انقلاب و مورد توجه سندیکاهای بین المللی کارگری، یعنی صدا، حرف خواست، مطالبات کارگران ایران رو شما و همکارانتون تونستید به اصطلاح رایج به گوش مجامع بین المللی مربوطه برسونید. اساسا اهمیت سندیکا برای کارگران چی هست؟ شما ممکنه برخی از بینندگان ما مایل باشن بیشتر آشنا بشن، از زبان شما میشنم چه اهمیتی داره. به طور خلاصه اگر بگم، سندیکا خب یک واژه فرانسوی است و معادل اون در انگلیسی یونیون و در کشور خود ما میشه بگیم انجمن، اتحادیه و به اصطلاح گروه های متشکل که برای دفاع از حقوق خودشون به عنوان حقوق صنفی در درجه اول و در سطوح وسیع‌تر حقوق صنفی و سیاسی متحد میشن، کسانی که در یک واحد تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی کار میکنن تا بتونن به خاطر وضعیت مشترکی که در محیط کار دارن دستاوردها و دریافتیهای کافی داشته باشن که در ازای کاری که دارن میکنن خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، رفاه و به نوعی حداقل های زندگی برای اونها فراهم بشه تا بتونن هم آموزش های جدید ببینن که کار بهتری انجام بدن، هم بتونن تجدید قوا بکنن که ادامه کار بدن. اهمیت سندیکا در طول تاریخ، الان ما اگه به واژه سندیکا رو میبین، چون در ایران بیشتر از 106 سال است که سندیکاهای کارگری تشکیل شدن، مبارزه کردن و نقش اصلی رو در ایجاد، یعنی به وجود اومدن چیزی به نام قانون کار، وزارت کار، بیمه های تامین اجتماعی و همچنین حمایت های قانونی از کارگرها در جزئیات زیادی، مثلا برابری حقوق بین زنان و مردان، داشتن شیرخوارگاه برای زنایی که بچه دارن سر کار میرن، همچنین داشتن مرخصی زایمان، مرخصی بعد از زایمان، بازنشستگی، بیمه بیکاری و بسیاری از این چیزایی که دونه دونه حالا هر کدوم یک مبحث آموزشی میخواد که توضیح بدیم چطوری وارد قوانین کار و تامین اجتماعی شده. سندیکاها نقش اصلی رو داشتن و دارن، میتونن کارگرا رو، کارمندا رو دور هم متحد کنن، متشکل کنن و اونها با هم دیگه گفتگو کنن در رابطه با مسائل کاری خودشون، مشکلات خودشون و مطالبات و درخواست هایی که دارن و
و اونها رو سازماندهی کنن و حرفشون رو به قول قدیمی یک کاسه کنن، که این حرف اگه یه نفر زده بشه یا شنیده نمیشه یا اخراج میشه یا به زندان میره. اما اگه مثلا 2000 کارگر چادر ملور که با حالت اتحادیه صنفیشون اومدن و خواستهاشون رو مطرح کردن، چند تا از نمایندهاشون هم مثل ماها که به زندان بردن اون موقع از شرکت واحد، از همین کارگر چادر ملو هم در 2 هفته قبل بودن زندان. ولی با ایستادگی صنفی سندیکایی و متحد کارگرها که در این نهادی این خودش رو پیدا میکنه که 2000 کارگر متشکل شدن و برای آزادی همکاراشون ایستادگی کردن، سیستم حکومتی مجبور شد اونا رو آزاد کنه. سندیکا یعنی مرکز قدرت و اتحاد و آموزش کارگری. سندیکا مدرسه آموزش دموکراسیه، جایی که اونجا همه کسایی که میان تو سندیکا عضو میشن یاد میگیرن حق دارن کاندیدا بشن، حق دارن رأی بدن، حق دارن نظر بدن، در پرسش و پاسخ‌ها شرکت بکنن و به شکل‌های مختلف حقوق خودشون رو بشناسن. و موقعی کسی کارگر سندیکایی شد با شناخت حقوق خودش، میتونه هم در محیط خانوادش، در محیط کارش، در جامعه به عنوان یک عنصر آگاه کمک بکنه به پیشرفت اون جامعه در اتحاد و همکاری با بقیه کسایی که به این حقوق خودشون به عنوان انسان که صاحب حق هست آشنا شدن و تلاششون رو با همدیگه انجام بدن و بتونن نتیجه بگیرن و شرایط کار و زندگی خودشون رو بهبود ببخشن. بله، تصاویری که دیدید کودکان کار بود، آجرپزی ها و درباره کودکان کار رو می‌دونیم در برنامه های آینده به طور مفصل صحبت کنیم. همونطور که خود شما اطلاع دارید، در آمریکا و کشورهای اروپایی سندیکاها دارای قدرت بسیار زیادی هستند که حتی در بردن و آوردن دولت ها هم به خصوص در اروپا بسیار مؤثر هستند. یعنی عملا دژ محکمی است برای حفظ مساله کارگران و در واقع مساله مملکت میشه، چون همه امور بر دوش کارگران هست و بر دست توانا و سازنده اونها. پرسش من این هست، منصور خان گرامی، جناب حسنلوی عزیز، پرسش این هست: تلاش های شما باعث شده توجه سندیکاهای بین المللی کارگری به وضعیت کارگران ایران جلب بشه، حضور شما در خارج از ایران این توجه رو آیا همچنان پی خواهد گرفت؟ آیا گسترده تر شده؟ به طور خلاصه شما همچنان با سندیکای بین المللی در دفاع از حقوق کارگران ایرانی در تماس هستید؟ بله، تا جایی که ما میتونیم، یعنی من میتونم شخصی اگر بگم، اخبار و اطلاعات و گزارش های روزانی که از ایران میاد و توسط دوستان عزیزی که کمک میکنن در همین راستای اتحادیه های کارگری و سندیکاها ترجمه بشه به زبان انگلیسی و ارسال بشه برای سازمان جهانی کار ILO, ITF, ITUC, WFTU و دیگر نهادهای بین‌المللی که به مسائل کارگری مربوط هستند و همینطور برای دفتر آقای احمد شهید و مدافعان حقوق بشر در سرتاسر جهان، امینستی و عفو بین‌الملل و دیگر نهادهایی که به نوعی قبول دارن که حقوق کارگران همان حقوق بشر است و اتحادیه‌های جهانی کارگری و اتحادیه‌های حقوق بشر بین‌المللی در این راستا، خب مسلماً هرچی ما بهشون اطلاع رسانی بکنیم و اخبار و اطلاعات کارگری ایران، سرکوبی که بر کارگرها میشه و نقض آشکار به اصطلاح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با کارگرها که در ماده 23 و 24 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر اونجا کاملا بهش اشاره شده، از جمله یک تبصره چهارم ماده 23 که میگه کارگران حق دارن اتحادیه داشته باشن و به اتحادیه‌های موجود بپیوندن یا جدا بشن، که در جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، این حق کاملا سرکوب شده و هر حرکت مستقل کارگری رو با سرکوبگری روبرو میکنن و کارگران رو به زندان میبرن و به دادگاه انقلاب میبرن، تهدید میکنن، اخراج میکنن
که ما این اخبار رو روزانه تقریبا به اطلاع اتحادیه‌های جهانی کارگری میرسونیم و سعی میکنیم که این پشتیبانی بین‌المللی رو بتونیم در سطح خیلی وسیع ایجاد بکنیم، هر جمله‌ای که با کمک دوستانی که در همین کمپین دفاع از حقوق کارگران، کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق کارگران هستن که خانم عبادی، خانمان مقدم، رضوان، خدیج خانم و کارگرهای دیگه ای مثل آقای بهروز خباز و دیگران در این راستا کمک میکنن، این تونستیم که امضاهای جمع آوری بشه از طرف جاهای مختلف که هر کسی هر چقدر تونست تلاش بکنه و موضوع رضا شهابی رو مد نظر قرار بدیم در اون نهادها با کمک همین دوستانی که کردن و بیش از من برای این موضوع هم زحمت کشیدن و الان خب اسم رضا شهابی به عنوان یکی از برندگان این جایزه بین‌المللی دفاع از حقوق بشر مطرح میشه، بدون این تلاش ها در این جایی که ما هستیم میسر نیست، چرا که باید اون صدایی که در داخل خفه میشه این بیرون توسط رسانه ها و نهادها و افرادی که مثل من وظیفه خودشون میدونن تلاش در این راه بکنن با این همکاری ها و این اطلاع رسانی به نهادهای بین‌المللی کارگری و حقوق بشری این راه رو باز بکنن تا این صداها شنیده بشه و مثل شبکه‌های تلویزیونی که شما زحمت میکشید و مدیرانتون و همکارانتون که همین صدا هم در خارج از کشور به گوش ایرانیان با زبان فارسی و هم در داخل اونجایی که سانسور حکومتی نمیذاره که اخبار کارگری به همه جای ایران بره از طریق رسانه ها هرچند که پارازیت شدید هست این اخبار به یه جایی میره و تشویق میکنه کارگران رو به ادامه مبارزه و میفهمن که صداشون داره شنیده میشه، پشتیبانی میشه و قوی میشن اونها برای اینکه راه رو ادامه بدن. کماکان این اتحاد بین رسانه ها، نهادهای کارگری و افرادی مثل من که بتونیم این اخبار اطلاع رسانی و تحلیل های درست رو برسونیم به این نهادهای بین المللی کارگری ادامه خواهد داشت. امیدواریم ما به سهم خودمون در خدمت مطالبات مشروع و دقیق و خواسته های بسیار شریف و گرامی کارگران ایران هستیم، همچنان که معلمان ایرانی، همچنان که همه طبقاتی که خواست ها مطالباتشون در چارچوب حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و امکانات بسیار زیاد ایران پایمال شده توسط حکومت فقیه در ایران، ما به سهم خودمون در خدمت بازتاب دادن مطالبات اونها هستیم. باعث سرافرازی ما خواهد بود اگر در انجام وظیفمون موفق باشیم، بتونیم گوشه از این وظیفه رو انجام بدیم. اما آقای حسانلوی گرامی، این سنتی شده در ایران پس از انقلاب که وکلای دادگستری که دفاع میکنن از زندانیان به زندان میرن، یعنی کمتر وکیل دادگستری در این عرصه رو میشناسید که به زندان نرفتن. همین الان چند وکیل زندانی مود، افراد مختلفی از عرصه قضایی. اما یک نکته هم وجود داره در عرصه کارگری، کارگران میان گروه در کارخونه جایی از کارفرما شکایت میکنن، مثل کارگرانی که از پتروشیمی رازی چون این اتفاقی افتاده اومدن شکایت کردن، گفتن که اضافه حقوق ما درست پرداخت نشده و افزایش حقوقشون و شکایت کردن از کارفرما. حالا به جایی که به این موضوع برسن، اومدن این 8 از این کارگرهای زحمتکش رو به دادگاه احضار کردن. اسامیشون هم من میبرم، منوچهر یار احمدیان، ببخشید ایشون یکی از مسئولانی هستن که صحبت کردن، غلام حسین ایدری موسی، هندی جانی، مازیار رحیمزاده، علی رضا بهادری، عادل راشدی، علی ساجدینیا، فریبرز کیانی، نسیم جونکی و این افراد هستن. این افراد به دادگاه ازا. این چی قضیهش؟ چرا خوب ساده تر من نیست به مطالبات کارگران برسن؟ کارفرمایان این چنین آیا با دولت و حکومت در ارتباط هستن؟ اینکه دولتی هست اساساً بفهم. ممنونم. این اسامی کارگرانی که گفتید و این شیوه جدیدی که الان به کار میبرن مدیران به این شکل هست که همون موقع که ما در سندیکای کارگران شرکت واحد تلاش میکردیم، مدیران شرکت واحد و شورای اسلامی
رفتن در جاهای مختلف، دادگاه انقلاب، نمیدونم پیش پلیس امنیت و اداره اطلاعات تهران، این شکایت کردن از ما به عنوان که اینها اغتشاش میکنن و اخلال در محیط کار میکنن. این یک ترفند جدیدی نیست، از خیلی از همون موقعی که کارگرها اولین بار از حقشون توی دنیا یا توی ایران دفاع کردن، این تهمت ها رو هم کارفرماها و حکومت های ظالم و استبدادی اونها زدن. این است که الان در رابطه با این کارگران که در شرکت رازی شما فرمودید، پتروشیمی رازی، همینه. یعنی موقعی که این کارگرها چند بار جمع شدن و درخواست های خودشون رو در رابطه با هم افزایش حقوقشون، هم قراردادهای کارشون که بایستی رسمی بشه داشتن، و هم اینکه مطالبات عقب افتاده ای که داشتن بایستی به اینها پرداخت میشد، چند بار اعتراض کردن توی شرکت همین رازی. متاسفانه مدیران به جای اینکه رسیدگی بکنن به این وضعیت و این حق و حقوق اینا رو بدن، چون میدونن الان کارگرها پراکنده است این اعتراضاتشون و به هم پیوسته نیست، و اگر سرکوب کنن شاید جلوی اون اتحاد و تشکل و سراسری و منطقه‌ای رو بگیرن، مخصوصا در منطقه که الان بندر امام، بندر خمینی، ماهشهر، آبادان، اهواز، منطقه بزرگ کارگر تولیدی و جای مهمی است. به این دلیل که سود آورن تمام اینا همین الان، مثل برخی کارخونه ها و شرکت ها نیستن که به دلیل ورود کالاهای چینی اینا ضرر بده باشه، اینا همه سود آورن و کارگرها کاملا حق دارن که به دستمزد خودشون و حق خودشون رو در اندازه تورم، گرونی و ظلمی که داره بهشون میشه بالا ببرن و بخوان. این ترفند کارفرماست که میره شکایت میکنه، با نیروی انتظامی و دادگاه انقلاب هم همدستن، حالا میاد دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی این کارگران رو احضار میکنه و به اونا به عنوان اتهام اختلال و اغتشاش در محیط کار و اخلال در روند تولید زیر فشار بگیره، که این کارگران چون شناخته شده بودن موقع اعتراضاتی که مدتی پیش در همه شرکت رازی بود، حالا میخوان اینا رو در مرحله اول بترسونن، مرحله بعدی اینه که تطمیع کنن، مثلا بگن یه چیزی به شما میدیم، شما صداتون در نیاد. و چون جالب اینه، این کارگرام الان جزء اون بخشی از کارگرای اون منطقه هم که جزء اتحادیه به صدا کارگران شرکتی و قراردادی و موقت شدن، یعنی اومدن اتحادیه تشکیل دادن، و این کسایی که به این فهم و دانایی اتحادیه تشکیل دادن میرسن، همونطوری که شما گفتید که این آقای یار احمدیان به عنوان رئیس اتحادیه کارگری پیمانی اون منطقه صحبت کرد، خودش هم اونجا اعلام کرد که اینا عضو اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی هستن، و چون میتونن فعالیت اتحادیه، یعنی هم فعالیت سندیکایی بکنن و کارگران رو متشکل کنن، آگاهی بهشون بدن و یک اعتراض دست جمعی و سازمان بدن، کارفرماها اینها رو شناسایی میکنن که یا یه پولی بدن از محیط کار بفرستونشون بیرون، یا بعداً اینها رو اخراج کنن یا به زندان بندازن، که بقیه کارگرایی هم که حق طلبن و میخوان به اصطلاح شرایط کار و زندگیشون رو بهتر کنن، قراردادهای کارشون رو دائمی کنن، دستمزدی بگیرن که در رابطه با این نرخ تورم و گرونی حداقل 2.5 میلیون تومان، 3 میلیون تومان مزد بگیرن تا یه زندگی شرافتمندانه بکنن بگیرن، اینها رو خفه بکنن و با اتهام اختلال و اغتشاش در این دادگاه ها سر مسئله رو در پیش بگیرن، یعنی کارفرما و حکومت. یک، خود این کارگرها رو بترسونن، خانواده‌هاشون بترسن، از اخراج و بیکاری به اینا فشار بیارن که ول کن بابا با هم، یعنی کم کم مثلا تهمت چیزام بزنن دیگه، مثلا رفتن و گفتن آقا حقوقمون قرار بود حسابش نکردن، اخلال در روند تولید، یک دو قدم اومد ارتباط با صهیونیسم بین الملل، امپریالیسم جانخوار، و از این تهمت هم به کارگر زحمتکش بندر پتروشیمی رازی بزنن، همونطور که آقای جونکی رو اخراج کردن. بفرمایید. کاملا درسته همین که فرمودید. ببینید الان اینا میان با همین، یعنی خب اتهامی به خود ماها زدن، زندان این همه سالی داشتن، یا رضا الان تو زندان هست، شاروخ جهانگیری، محمد جراحی، رسول بوداقی، ابوالفضل قنبری که اینا معلم هستن، اونا کارگرای سندیکایی هستن، سعید ماسوری، صالح کهندل، باز بگم علی محمد منصوری که از کارگران بخش بتونریز و ساختمانی هست، و همینطور کارگرایی که الان تو زندان هستن،
فقط به خاطر حق طلبی و مبارزهشون برای آزادی فعالیت های سندیکایی و نداشتن دیکتاتوری و زور تو کشور اتهام میزنن چی؟ اول اخلاله، بعد اخلال در امنیت بعد از تولید، بعد اقدام علیه امنیت ملی، بعدم به قول شما تشکیل گروه های نمیدونم محارب و معاند و از این چرت و پرتا، فقط برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از متحد شدن و کار تشکیلاتی. امیدواریم که این کارگرها با حمایت همکاراشون که چند هزار نفر هستن و همه کارگرایی که در خوزستان و در ایران هستن و این اخبار رو میشنون، به طرف یک حمایت سراسری از این 8 نفر کارگری که حالا میخوان براشون پرونده سازی کنن به زندان بفرستن و برای آزادی همه زندانی های سیاسی و زندانی های کارگری یک تلاش سراسری رو بتونیم سامان بدیم و یک همبستگی کارگری ملی و یک همبستگی مردمی در ایران به وجود بیاد که همه کارگرها بتونن از حق حقوقشون، معلمها، کارمندها، پرستارا دفاع بکنن. و این حالا از اگه اجازه بدید من از این پتروشیمی رازی و این 1008 نفر یک سری بزنم به بیمارستان امام خمینی و اینکه همین امروز پرستارم بر بله پرستارا اونجا اگر کوتاه بفهم خیلی کوتاه که تجمع و اعتراضی کردن برای احقاق حقوقشون و پیگیری قراردادهای کار و افزایش دستمزدشون که اخبارش هم همین امروز منعکس شد و این دومین باری است که این اعتصاب و اعتراض رو کارگرای بیمارستان 1000 تخت خوابی یا همین امام خمینی دارن در طی ماه گذشته انجام میدن و روند رشد اعتراضهای معلمان، کارگران، کارمندها، پرستارا، هنرمندا، روزنامه‌نگارا در پیش است. امیدواریم با کمک شما بتونیم اطلاع رسانی کنیم و این پیوستگی و همبستگی در بین این جنبش های اعتراضی کارگری و مردمی ایران به وجود بیاریم که بتونیم به حقوقمون برسیم و رژیم دیکتاتوری رو کمی عقب ببریم و اگر بتونیم وادار کنیم به رعایت حقوق مردم ایران طبق قانون حقوق قانون اساسی و قوانین بین المللی. امیدواریم حتما و حتما همونطور که گفتم این برنامه در خدمت کارگران ایرانی هست، در خدمت معلمان، پرستاران ایرانی، در خدمت همه ایرانیانی هست که در اثر انقلاب و پیامدهای اون از جمله در رأس این پیامدها ولایت فقیه حقوقشون، حقوق انسانی، شغلیشون، حقوق شهروندیشون که صاحبان کشور هستند در واقع پایمال شده. این برنامه در خدمت همه اونها هست، کارگران که اس و اساس سازندگی همه کشورها بودن، آبادانی بوده در کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای غربی ارزش کار و کارگر خب دونسته شده و به همین دلیل یکی از عناصر پیشرفت هست، اما در کشوری مثل ایران متاسفانه گرفتار اختاپوس حکومتی است که به هیچ وجه توجهی به این موضوع ندار متاسفانه. سپاسگزار هستیم جناب اوسانلوی گرامی. منم سپاسگزارم، امیدوارم که بتونیم نقش مثبتی رو پیش ببریم. شما که قطعا داشتید و مطمئنن در ادامه راه به طور گسترده تر و وسیع تر همچنان خواهید داشت، به امید روزی که کارگران ایرانی زندگی در خور و شایسته خودشونو داشته باشن، بهرمند باشن از دسترنج و در زحمتی که برای سازندگی کشوری به اسم ایران انجام داده و میدن در شرایط طاقت فرسای کاری در بسیاری از نقاط ایران از جمله کارگران بندر ما شهر پتروشیمی رازی. با سپاس بسیار پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در نیمه دوم برنامه آقای علیرضا رضایی طنزپرداز سرشناس ایرانی مقیم فرانسه این بار از کلن آلمان با من و شما خواهند بود زیر زاویه ذره‌بین طنز علیرضا رضایی. نگاهی خواهیم انداخت به آنچه که در ایران می‌گذرد از جمله اقتصاد مقاومتی، آنچه که رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده. حکومت ایران چه در کیسه تازه خود برای سفره مردم دارد؟ دارد یا ندارد؟ با آقای علیرضا رضایی مطرح خواهیم کرد تا لحظاتی دیگر.
بینندگان عزیز، همونطور که اشاره کردم در این نخست، در این نیمه آقای علیرضا رضایی عزیز با من و شما هستند. این بار نه از پاریس، از کل، طنز پرداز سرشناس ارزشمند ما در خارج از کشور هستند، به ناچار مثل بسیاری دیگه از ایرانیان گرامی این پنجشنبه ها با من و شما خواهند بود. سلام به شما علیرضایی عزیز و گرامی. سلام به شما و بینندگان خوبتون. یه سوالی من بپرسم، شما گفتید که علیرضا طنز پرداز از کل، نه طنز پرداز که به ناچار با ما هست، البته خواستیم بگیم به ناچار خارج کشوره، ولی من خودم حس کردم به ناچار الان تو این برنامه هم چاره دیگه نیست، خودم گزینه های نه من گزینه‌های روی میز بسیار زیاد هست. اگر گفتم به ناچار با ما، با کمال سرفرازی و با اصرار زیاد با ما هست. نه خیر، این کلمه لابد جای مناسبی نبود، زودتر و قبلتر و پویایی ادبیات فارسی این قول. حالا که اینطور شد ما هم نمیپرسیم که شما چرا به کلن رفتین، چون خیلی ها سفرهایی میکنن این روز از این شهر به اون شهر و برای مذاکرات لابد محرمانه ای از کارهایی هستش که ما نباید بپرسیم. از شما هم نمیپرسیم، اگه خودتون مایل بودید خواهید گفت. حالا که شما نمیپرسید خب منم جواب نمیدم. من تقریبا نیمی در کلن زندگی میکنم، نیمی در لیل در فرانسه و به این دلیل همه اینام برای چندر غازپوله و وگرنه من میرفتم اصلا یه جای دیگه. نیمیمز ترکستان، نیمیمز کجا فرغانه. خب علی رضا جان، خبرها بسیار زیاد هست. یه نکته ای که یه خبری که من دیدم و خیلی جالب بود، در خبرهای زیاد رسمی نمیاد، این داستان یکی از فتواهای آیت الله خامنه ای. ما لوح کوروش رو شنیده بودیم و میدونیم که گفتیم در سازمان ملل هست و اینها. یک آقای، یک بابای به اسم ابوالقاسم علی دوست، رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی، گفته که فتوای آقای خامنه ای در خصوص حرمت سلاح هسته‌ای به پنج زبان دنیا در سازمان ملل ثبت شده. بله، فتوا و فتوای دیگه مهمتر از اینم داشتن آیت الله خامنه ای. ایشون والا چند وقت پیش یه بخشی از قابلیت‌های خودش رو به نمایش گذاشت و یه فتواهایی رو منتشر کرد که من مطمئنم که کسانی که حتی مرجع تقلیدشون رو ایشون انتخاب کردن نشستن کلی خندیدن. کسان دیگه هم که حالا مرجعشون این آقا ایشون نبودن یا مثلا اصلا اعتقادی ندارن، اونا که خب بیشتر خندیدن. این ترجمه به پنج زبان یه کار لازمی بود، در واقع باید به پنج به علاوه یک زبان ترجمه میشد و توی لوحی می نوشتن، اون لوحه هم ترجیحاً همون امریکا نگه می داشتن. اینا بیشتر به کار دیگه احتیاج مذاکرات نمی داشت. کار به مذاکرات اینا نمی کشید، چون ایشون اخیراً هم ابراز کردن که من اول سال هم گفتم که به مذاکرات خوشبین نیستم و به نتیجه نمی رسه و دیدید که نرسید. این حرفا دو سه روز پیش زده که دیدید که نرسید. بفهم. نظر ایشون به نتیجه نرسیده اینه که اگه به پنج به علاوه یک زبان ترجمه بشه دیگه نیازی اصلا به مذاکره هم نیست که حالا ایشون بهش خوشبین باشه بدبین باشه هی مجبور بشه بره با مثلا جوانان غیور نمیدونم بسیج فلانجا دیدار کنه و این حرفای اینجوری بزنه، همونجا منشور رو بشینن بخونن اصلا بکوبن روی سنگ توی کوه. من نمیدونم چرا همون کارمون الان نرفت لوح کوروش نشون میده، باید فتوای آیت الله خامنه ای رو حالا پیدا میکنه اونم نشون میده. اینم یعنی ولی نمیدونم واقعا الان ما باید بیشتر به لوح کوروش در سازمان ملل افتخار کنیم یا فتوای خامنه ای در سازمان ملل که به ثبت رسیده. ما در صورت افتخار میکنیم. حالا یکی داشت نون خشک میخورد، خدا رو شکر میکرد، گفت چرا شکر میکنه؟ گفت اون میدونه من چی دارم میگم. ما به هر حال افتخار میکنیم، اونایی که باید بفهمن به چی افتخار میکنیم میفهمن. خب یه نکته ای هست حالا که واقعا این قضیه خب خودش نشون میده که سازمان ملل متوجه اهمیت فتوا هست، درسته؟
سازمان ملل ترجیح میده که متوجه اهمیت فتوا بشه، تا الان متوجه نشده بود. الان دیدن که اگه متوجه فتواهای نه فقط آقای خامنه ای، همه مراجع ایران بشن، اصلا نصف داستانا با ایران حله. اینا شوخی دارن با ما. مترجحاً متوجه شده بعد. منظورم این هستش که علیرضا عزیز که ببینین فیلم های تخیلی خب زیاد ساخته میشه، بوه بسیار زیاد، درست؟ من در این فیلم ها موجودات نادیدنی مثل اجنه هم، حالا اسامی دیگه هم روش گذاشته میشه، در فیلم ها هست، حتی سکس با اجنه در فیلم ها به شکلی که حالا تخیلی هستن همه اونا، همون چیزی که مثلا به یه معنی هم این ور بهش میگن جن، اینا هم هستش. خب فتواهای مهمی که الان گرفتاری بسیار زیادی هست تو آمریکا، تو خیلی از کشورهای غربی به خصوص آمریکا، که خب بعد از این مثلا سکس با اجنه مثلا خب فتوا چیست؟ متاسفانه فتوا در این مورد زیاد داریم ما، اینا رو چرا نمیرن ثبت کنن؟ ببینید اینا همش میشد قبلا این کارا رو بکنن، نکردن دیگه. خب آخه ایشون رهبر مسلمانان جهانه، رهبر یعنی مسلمانان جهانه، اونها مسلمان نیستن متاسفانه. یه راهش اینه که ما از طریق حزب الله لبنان اونها رو اول قانع کنیم که مسلمان بشن و بعد فتواها رو شامل حالشون کنیم. یه راه دیگه اینه که خب اونا مسلمان نشن، برن با همین اجنه و فلان و این بساطا داشته باشن و خب ما با موشک میزنیم دک و دندشون رو میاریم پایین. یعنی در گمراهی مطلق. من به این نکته توجه نکردم، این فتوای مثلا غسل بعد از سکس یا جماع، آنچه که به لفظ علمای علمیه گفته میشه، با اجنه فقط شامل مسلمین میشه دیگه، چون هست در رساله ها وجود داره. بله متاسفانه اونا متوجه نیستن، یه سره میرن دوش میگیرن که جواب نمیده، بعد اول نیت باشه و سر و دست و پا و به ترتیب. این دوش جای غسل نمیگه، نخه جواب نمیده. بعدن اون طرف کسایی که به هر حال رابطه داشتن و اینها که زیادن تو قم، گفتن که اونور جواب نداده تو حساب کتاب و اینها، قبول نکردن. اینه میدونید شما مثلا یه جایی پارک میکنیم ولی شارژ پارکینگ رو نمیپردازیم، شما جای اشتباهی پارک نکردیم ولی خب پولش ندادین دیگه، درسته. خمس زکاتش رو بدن اونجا حل میشه، همون دوش هم حل میشه. حالا به هر حال ما امیدواریم یک روزی که لابی جمهوری اسلامی در آمریکا به ویژه در واشنگتن از قبیل نایاک و بقیه هر که هستن بتونن اهمیت این فتواها رو برای فیلمسازان هالیوودی روشن کنن و حتی لازم شده مثلا به اسلام بگروند به قول بر. اما صحبت هالیوود شد، یک فیلم در ایران نشون دادن رستاخیز که چه جنجالی به پا کرد، مداحان اعتراضاتی که به این فیلم شد، آقای درویش ساخته، بعد آقای سلحشور خیلی انتقاد کرده به همین سینمای هالیوود. بله بعد این یکی که گفته که این سینما وسیله ایست، آمریکایی از این طریق فرهنگ صهیونیستا رو به ما تزریق میکنن. این فیلم رو شما ندیدین؟ دیدین؟ خب من ندیدم این فیلم رو، ولی خب در جریان داستانش هستم. عموما البته آقای فرج الله سلحشور رو ما از این دایره کنار بگذاریم، ایشون یک کسیه که شغلش اینه که هر روز بشینه تاثیر هالیوود و تقصیر شیاطین بر سینمای ایران رو کشف و به اطلاع دیگران برسونه. ایشون سوابق درخشان زیادی در سرقت فیلمنامه و اینا داره که از این جهت خودش رو به هالیوود مقایسه میکنه. در مورد فیلم رستاخیز، مشکل از اینجا شروع شد که گفتن چهره حضرت عباس نشون داده شد و اینکه مداها اعتراض کردن. خب مداهی قبلا یه چیزی بود که زیاد کسی بهش توجه نمیکرد، ولی بعد از اینکه یه مداح آقای محمود کریمی تو خیابون با یکی حرفش شد و هفتیر کشید و اون حدیث نبوی به این شکل اصلاح شد که به فرزندان خود شنا، سوارکاری و مداهی بیاموزید که تیراندازی هم توشه. هفت برای بله، یعنی تو خود مداهی چیز هست، تیراندازی هم هست.
حالا اون قسمتش رو باید آقای سلحشور بررسی کنه، چون بهش تیراندازی دیگه نمیگن، با اون کار میگن هفتتیرکشی، که اتفاقا از همین هالیوود متاسفانه وارد اسلام شده. به هر صورت مداحی اهمیت پیدا کرد، جایگاه پیدا کرد. بلافاصله آقای خامنه‌ای یه جلسه با مداحا گذاشتن و به هر صورت اون آقا هم که تبرئه شد و رفت. حالا اینکه چهره حضرت عباس رو نشون دادن، من متوجه نشدم آخه اینا دیگه همه ابعاد وجودی این بزرگواران رو به ما نشون دادن تو این 35 سال گذشته. ما مشکلمون واقعا چهره این عزیزان نیست، ما چیزای دیگه ای ازشون به ما نشون دادن که دیگه ما خیلی عادی اصلا ما متوجه نمی شدیم اگر اینا سر صدا نمی کردن که چهره حضرت عباس. بعد تا الان هم ما نداشتیم که حالا چون ایشون نه جزو معصومینه نه جزو نمیدونم جزو هیچی نیست، همین هست فقط. یه تعدادی هم هستن که همشون هم توی ایرانن، یه کمیشون هم تو پاکستان افغانستان و اون طرفا که اصلا این عزیز رو این حضرت رو میشناسن. بعد اونجایش که بس هالیوود مربوط میشه، من فکر میکنم برمیگرده به فیلم محمد رسول الله، چون اونا همه کس و کار پیامبر رو نشون دادن رسما. و اصلا با این فجایع ما نمیدونیم چیکار کنیم. ما چهره حمزه عموی پیامبر رو دیدیم، البته ما اون موقع خیال میکردیم داریم آنتونی کوین رو نگاه میکنیم، ولی خب متوجه شدیم نه، اینا اصلا این فجایع رو از همون موقع شروع کرده بودن، منتها چون اون موقع صنعت مداحی در ایران رواج نداشت ما متوجه این جنایت ها نشده بودیم که الان جا داره جامعه مداحی ایران تشکر کنیم. یه اعتراضم بود، گفتن حضرت قاسم 13 ساله بوده، در صورت که در این فیلم 20 و چند ساله نشون داده شده. اون زیاد مهم نیست. ببینید ما مثلا در مورد خیلی از این بزرگواران در مقاطع زمانی مختلف چیزهای مختلف، مثلا 63 سال بعد از تولدش میگن او کودکی تشنه لب بود. خب آدم بره ورق بزنه کتابای خودشونو میبینه در اون سالی که این کودک تشنه لب بوده مثلا 63 سالش بوده، یا مثلا اون زیاد مهم نی. اون موقع اصلا برای مثلا تیم ملی جوانانشون شرط سنی نداشتن اونا، و یا شناسنامه جعل میکردن، نمیدونم تو اونجا من نمیدونم چه خبر بود. یعنی بین مداحی و هفتتیرکشی شما یه پیوندی زدید، اشتباه نکنم داریم مقدمه میشینیم که یه جوری آقای چلنگی. من پیوند من واقعا نمی کنم این کارو، من پیوند نمیزنم بین هفتتیرکشی با هیچی. اونها خودشون پیوند زدن و به ما ابلاغ کردن که این پیوند برقرار شده و از این به بعد تصادف کردید میتونید هفتتیرتون رو درارید و بذارید به سپر یورو، هم خرجش کمتره، خب پول اون فشنگو که اون نمیده. حالا اون اگه با سپر ماشین خودش میخواست بزنه به سپر اون پژویی که با هم درگیر شده بودن، کلی خرجش میشد، بیمه، تشکیلات، کروکی، داستان. هفتی رو در آورد، 5 تا گلولم شلیک کرد. تازه اون آقایی که راننده پژو بود گفت من اتفاقا در همون لحظه داشتم مداحی گوش میدادم، بعدا رفت اصلا شکایتش هم صرف نظر کرد، خیلی هم با هم رفیق شدن، دیگه قرار شد تو مهمونی ها بر هم دیگه هفتی بکشن. صحبت هالیوود و مداحی و هفتتیرکشی همه اینو با هم دیگه شد. یعنی یه جورایی میشه گفت جان وین یه مقداری تقریبا نیمه مداح بود، بالاخره هفتتیرکشی میکرد دیگه در هالیوود، سینمای هالیوود. اگه اسلام به درستی گسترش پیدا کنه، جان وین جزء معصومین میشه، قابلیتش رو داره. بفهم. من فقط میخواستم بگم من هیچ وقت یادم نمیاد تشنه لب بوده باشه، چون عموما یکی از مشخصات اینه که حتما لبان تشنه داشته باشن و اینا. بله من نمیدونم، امیدوارم آقای سلحشور این سابقه شو تو هالیوود داره رو ببینیم چه جوری بوده در فیلم رودخانه سرخ مثلا. بله یه نکته تو این گفته شده که من خیلی چیز من نفهمیدم، شما اگر بفرمایید ممنونتون میشم. یک بابایی به اسم سازور من درست تلفظ میکنم، مداح هست، ایشون گفته آره گفته درویش با بکارگیری عوامل سینمای خارجی در این فیلم به عوامل سینمای ایرانی توهین کرده است، چون اسامی همه رو آورده در آخر فیلم، مثل فیلم های هالیوود همه کارکش که تلفن چی هم هست میذارن.
بله بعد دوباره یه نکته دیگه هم گفته، این خیلی جالبه، این صحنه رو باید مجسم کرد اگه داشته باشیم بذاریم خوب. میگه در این فیلم میبینیم اسبی که حاوی نامه هاست در دشت. اسب که حاوی نامه نمیشه، میشه از نظر فارسی به هر حال شده دیگه، الان حامل میشه ولی حاوی که نمیشه که. به هر حال یه مداح وقتی میگه میشه، ما به نفعمونه که بشه، اگه نشم خب افتیر میکشه دیگه. بله میده میدود و نامه ها رو میبرد با ترویج خشونتباری که از عاشورا در این فیلم نشان داده شده است. حالا برداشت رو ببین، این برداشت میشود که این اسب نیست داره میره و نامه ها رو میبرد در دشت. میگه این باعث میشه ترویج بشه، پیام خشونت در حال گسترش است. ای بابا بدبخ شدیم، من نمیدونستم این رو. اینا اسماشون هم خیلی قشنگه، من اسم اینو نشنیده بودم. نمیدونم چه جوری ما اندیشمندانمون، اندیشمندان مداح و اینا، این کارهامون مخصوصا در حوزه فیلم و فرهنگ و هنر چه اسامی خوشگلی هم دارن. حالا تا پریروز شمقدری بود. شمقدری؟ شمقدری. من باز نظرت هم از ایشون. بله بفرمایید. الان این آقایی که شما اسم بردید و عجب کشفی کرده، من اصلا دقت نکرده بودم. اسب حاوی نامه، بله به قول شما، من از همه بینندگان دعوت میکنم تجسم کنن این فضا رو که یک اسبی حاوی نامه و چه خشونتی رو ترویج میکنه. کردار من دقت بله نکردم اینجا نمیدونم، من واقعا نمیدونم اسمشون رو درست تلفظ میکنم یا نه. سازور من خوندم، سازور هستم، سازور. بله پس من اشتباه خوندم. من این به حاوی نامه ها در شما البته لطف کردید بهش اسمش یکم بهتر کردید. برحال از ایشون من پوزش میکنم سازور. آخه من نمیدونم، من پدر بزرگ ایشون با سازور میرفته، اسمشو گوشن سازور موقعی که شناسنامه میدادن یا چیجوری بوده، چون خودش هم بعدا مداح و با چه سازی ور میرفته که مداح شده بعدن. مداحان مگه با سازی ور میرن؟ من نمیدونم اسمش که ساز ولایت فقیه، نمیدونم یه ساز هالیوود هم سازه با اسب حاوی نامه. آخه خیلی مهمه، هیچ وقت ما دقت نکرده بودیم. زبان فارسی خیلی داره توسعه پیدا میکنه و جلو میره و آقای خامنه‌ای قطعا خوشحاله چون خیلی تاکید داره. بله به هر حال گفتن با هر سازی بزنن ما مداحان مداحی میکنیم. بله ساز ولایت فقیه. اما یک صحبت آقای خامنه ای شد به عنوان ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی. ایشون اومدن گفتن که بیایید در اقتصاد رو مقاومتی باید آماده بشین، دستورالعمل هم دادن و دیروز و اقتصاد ما، من تا اونجایی که دقت کردم بله مقاومتی بوده. ما دو نوع مقاومت داریم اقتصادمون، یه نوعش که تو کوچه میبینیم خیابون ها به طرز شدیدی مقاومتی است، بچه هایی که تو خیابون میخوابن، مردمان کارتون خواب که در خیابون ها هستن، به هر حال این یک نوع اقتصاد مقاومتی است. یک نوع دیگه هم هست که اقتصاد مقاومتی است که در کاخ های چندین میلیون دلاری هست که اونم یه نوع مقاومت دیگه، به هر حال اقتصاد مقاومتی است. من همین دو نوع مقاومتی رو بیشتر سراغ ندارم که سالهاست، چندین سال داره انجام میشه دیگه، چه اقتصاد مقاومتی هست. آقای خامنه ای الان 20 خورده ای سال رهبر شده و هر روز در برابر یک چیزی مقاومت کرده. اقتصاد ما قبل از اینکه مقاومتی بشه بیشتر مقاربتی بود. تو دولت خصوصا احمدی نژاد اقتصاد ما اصلا کلا مقاربتی شد. حالا اونهایی که شما میگید که روی کارتون و تو خیابون میخوابن و فلان اینها، اونها مقاومت میکنن که به اقتصاد خوبی نرسن. دولت میخواد، یعنی نظام جمهوری اسلامی میخواد که اونها رو یه جوری متقاعد کنه به زبون که به اقتصاد برسن، به یه وضعی برسن که دیگه تو خیابون نخوابن. اونها خودشون مقاومت میکنن. همین تصویری که الان دیدیم، بله، یک ایرانی مرد مسنی که به دراز کشیده خوابیده در خیابون، خودش مقاومت میکنه. اون بله، مقاومت کرده که به اقتصاد نرسه. این و الا اینطوری نمیشد، بله، اصلا در نظام ما امکان نداشت این اتفاق بیفته. اون کسی هم که به هر صورت حالا دور از جون بلا نسبت آقای هاشمی رفسنجانی مثلا یا مثلا دوستان دیگرشون
اون سرمایه ها و اونها و اینجوری. البته اینا رو همه رو ما داریم اتهام میزنیم، چیزی هم برای اثبات خدایی ما سندی نداریم، ولی همجوری الکی اتهام میزنیم. اونها هم مقاومت کردن در برابر اقتصاد. مقام معظم رهبری اومد یه پیوندی بین این دوتا برقرار کنه، کلن اقتصاد رو مقاومتی اعلام کرد که همه با هم مقاومت کنن، اون برای به دست آوردن اقتصاد، این یکی برای به دست نیاوردن اقتصاد. مردمی هم که اون وسطن که خب بوغن دیگه، مهم اینه که سالی نامگذاری بشه، مهم اینه که رهبر مسلمانان جهان اون روز در برابر یک چیزی مقاومت کرده باشه. خلاصه که دیگه البته این فرمایید ببینین آقای رضایی واقعا دید کاملا عادلانه ای داره، هیچ غرضی نداره، هیچ مخالفتی نداره با این وضعیت، و واقعا تا سندی هم نداشته باشن دیدید فرمودند که ما بدون سند اتهام میزنیم. یک نظرم وجود داره، من فکر میکنم شاید این باشه علیرضای عزیز، که این کاخهایی که میبینید، این خونه هایی که تصاویرشو میبینید چندین میلیون دلار هست و الان ما داریم برخیشونو میبینیم که بعضی هاشون خب استخر در پشت بامون نمیدونم چی، اینقدر اتاق و مجلل و اینها هستن، انواع و اقسام هست که آدم نمیدونه کجاش خونه است، یعنی محل زندگی است. اینا یک شایعه یا خبر وجود داره که اتفاقا اینها مال همین آدمان که رفتن تو خیابون مقاومت میکنن، یعنی اینا رو ول کردن کاخ و زندگیشون رو، گفتن نمیخوایم ما چون دوران ولایت فقیه و عدل امام اول شیعیان وعده داده بودن اجرا شده، ما دیگه کاخ نمیکنیم، رفتن تو خیابونا میخوابن، خودشون زن و بچهشون همه اینا تو خیابون میخوابن. الان میبینیم تصویر اون خیابون خوابها رو، اینم میتونه باشه یا نه؟ 100% بعضی هاشون اصلا تو خیابونای کانادا میخوابن، مثلا خاوری همه زندگیشو ول کرد رفت مقاومت کرد در برابر اقتصاد و رفت الان تو کانادا توی خیابونی میخوابه بیچاره. بعد یه عکسایی در اومد از خونه هاش تو اونجا، خونه های کانادا شو فلان، جای عجیب غریب عظیمه فلانی ببخشید اونم ول کرد رفت، بعد تو خیابون های دیگه خوابید. اینا کاملا مقاومت میکنن، اصلا باید مقاومت کنیم، ما به نفعمون رو مقاومت کنیم تا مدعی نشدیم. که مدعی نشدیم یعنی اینکه مورد مدعی قرار نگرفتیم. شلیک به هر صورت مدعی دیگه، یه ابزار لوازمی داره دیگه. مدعیستی والا اصلا... من میدونید یه مشکلی که بود این بود که ما هیچ وقت یه مدعی تو ایران نگاه نگشته بودیم، یا درست جیباشون کاری نداشتیم، توجه نکردیم، یعنی هیچ وقت ندیدیم مدعی اصلاً هم داره. ما فکر میکردیم اون بالا مثلا مثل همین آقای کریمی فیلمی ازش هست که بچهشو داره کتک میزنه، ما فکر میکردیم مثلا خشونتش رو از اون طریق خالی میکنه، بعد دیدیم نه بابا راه نمیندازه. مدعاها هم خیلی در برابر اقتصاد مقاومت دارن آقای چارنگی عزیز، خیلی مقاومت دارن. اینا هر گرگه‌ای 1000 تومن حساب میکنن، یعنی هر اشکی که میریزه مثل اینکه اینجوریه. من اون سری رفت میخواستم برم تو این اتحادیهشون قیمت ها رو نگاه کنم این چجوریه، برای 100 نفر 2 ساعت گریه کنن مثلا اشکی 1000 حساب میکنن. من قیمت های جدید رو البته ندارم بعد از ژنو و اینا چجوری، یعنی آگهی زدن که مثلا 2 ساعت مدعی مثلا اینقدر یا 1 ساعت اینا؟ آگهی نزدن، شفاهم پای تلفن میگن دیگه. بعد یعنی اصلا مدعاها کجای ولایتن؟ یعنی کجای ولایت، منظورم ولایت حکومت ولایتی است. بله ما علی اکبر آقای خامنه‌ای، خب اینها باید اون شخصیت ها رو تولید کنن که بعد ما به خاطر اون شخصیت ها حکومت کنیم، به خاطر اون شخصیت ها اون شخصیت ها رو بخوام. تا وقتی اونا وجود نداشته باشن، الان همین حضرت عباس که همه نگران پخش چهرهشن، جزء تولیدات همین عزیزانه و جزء و اون اسب حاوی نامه. ما از ژول ورن به این ور کسی رو نداشتیم که بتونه یک اسبی رو حاوی نامه فرض کنه، تصور کنه، و همچین ذهنی ما نداشتیم. اینها شغلشون تولید حضرت، یعنی خیلی راحت بخوایم صحبت کنیم، تولید و گسترش حضرت. یعنی این امامزاده هایی که تولید شده بعد از انقلاب هم کار مدعا هست.
اونا رو یه سری ها شاخه خود ما تولید کردیم، اونا رو خدایی مدعات زیاد چی نداشتن، اونا رو یه سری یه عده تغییر کاربری میدادن، یکی میگفتن اون یه مسئله هست میگن طرف خرش مرد و تنها راه امرار معاشش بود و چال کرد خره رو یه تیری کاشت اونجا همه رفتن زیارت. حالا درست جان امامزاده بیژن دیگه مثلا وقتی در ایران کشف شد ما واقعا دیگه بزرگواری به اسم بیژن نمیتونستیم، نه که نخواهیم داشته باشیم، در اون تاریخ نمیتونستیم داشته باشیم. همین الان حالا بحث فیلم و اینا هم هست، شما فیلم ها و سریال های ایرانی رو که میبینید تمام شخصیت های منفی و جنایتکار فیلم مثلا اسمشون بیژن و بهروز و جمشید و مثلا و تمام ببخشید شما و تمام شخصیت های مثبت و خوب فیلم اسمشون علی و حسین و ابوالفضل و عباس و ایناست. خب ما تو این شرایط چطوری میتونه یک امام بزرگواری این جفا رو بکنه و اسم فرزندش رو بذاره بیژن؟ اشتباه شده بود، اشتباه شد چون بعدش کردنش بیژن، یعنی امامزاده بله. بیژن بود یا جن نداشه هرچی که بود. و من شگفت زده هستم که چرا اگر آیت الله خمینی امام خونده شد، سید احمد که خودش مداح سرخود هم بود چون خودش گریه میکرد، یادتون هست که بهش میگن احمد گریان، یعنی یک جور مداحی سلف سرویس در خودش داشت این بابا، چرا اینو نکردن امامزاده؟ حیرت آوره. حالا امیدواریم یه روز شما یه اقداماتی بکنید، این پارتی بازی بکنید، سید احمد هم بشه امامزاده بالاخره. از کنم وقتمون کم شد، اما اینو نمیشه ناگفته گذاشت، این فقه هسته‌ای، همایش ملی فقه هسته‌ای، سه چهار تا لغت هست، همایش به جای خود ولی همایش ملی، ملی هست، فقه هم بغلش هست و فقه هسته‌ای. یه سری هم رفتن از جمله علی اکبر صادقی رئیس انرژی اتمی و اینها، نوری همدانی برای فقه هسته‌ای. بله من اون قسمت علمی شو عرض کنم، ملی شو عرض کنم خدمت شما که مهم نیست اصلا ما راجع به چی داریم حرف بزنیم یا چی کار میکنیم. ما پژو 405 فرانسه رو میاریم تو ایران بهش میگیم خودروی ملی، اصلا اون حالا اونش مهم نیست. اما فقه هسته‌ای دقیقا اون نقطه، اون حلقه حتی گم شده فعالیت های هسته‌ای ایران بود. من از این اقدام خیلی خوشحالم و خیلی استقبال میکنم. اکثر مشکلات هسته‌ای ما با خودمون و جهان سر همین عدم وجود فقه بود، در چون این مسائل لاینحل مونده بود که ما توی راکتورهای هسته‌ای با پای راست باید وارد شیم یا پای چپ. ما باید مثلا موقع طهارت اورانیوم آب رو از کجا به کجا باید بریزیم، از رستنگاه نمیدونم به اینا رو فقه ما امیدوارم که بیاد حل کنه. اینکه ما تا چند درصد حکم فقهیش چجوریه غنی کردن اورانیوم، مثلا اورانیوم تا 5% چند بار بچرخه، آیا باید 7 بار، آیا اورانیوم در دستگاه سانتریفیوژ باید تواف کنه از این به بعد به جای اینکه بگرده، در کدوم جهت تواف کنه، اینها نکات مهمی هست که متاسفانه بهش توجه نشده بود و دنیا خیال میکرد برنامه هسته‌ای ما به دنبال ساختن بمب اتمه. در صورتی که اگر از اول فقهی شده بود و این مسائل رو حل میکرد، اگر کارشناس های روسی که برای مثلا 800مین بار قرار شد که اونجا رو بسازن پای راست و چپشون رو رعایت میکردن، اگه با وضو وارد میشدن، اگه به جای مثلا اون تاق خود راکتور یه گنبد میزدن با مناره و سه شیفت در روز یکی میرفت اون بالا اذان میگفت، هیچ کدوم این اتفاقا نمیافتاد. خب بعد یعنی همون مسئله هست بین شک بین 5% و 20% خنیسازی دقیقاً. به هر حال همون آداب موال و اینا که ما فکر میگم فقط اون از فقه، اینا رو خوشبختانه گسترش دادن، یعنی موال، آداب موال در ولایت فقیه اینطور که بحث گسترده ای بر بعد که رسیده به به مسئله هستی. سپاسگزارم از این روشنگری، از این آگاهی که به ما دادید، ممنونم ازتون. بینندگانمونم تشکر خواهند کرد، مطمئنم علمای اعظام و یا اعظام یا هر دو ستاشون اونها هم سپاسگزارند، مخصوصا آقای علی اکبر صالحی و آخوند سبحانی
که ادامه دهنده همون راه جلال آل احمد هستن، پیوند روحانیت و روشنفکران به همون نفع هست. سپاس بسیار. علیرضا رضایی گرامی، تا پنج شنبه آینده در هر کجا که هستین، کلن یا لیل در فرانسه، خوش باشین و در رفت آمدها خوشتر. مرسی، ممنونم از شما دعوتتون، از بینندگانتونم ممنونم، و جامعه مداحان ایران و شکافندگان مسائل هالیوودی هم تشکر ویژه‌ای دارم. بله، و خدمتگزاران فقه هستی. با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچارک، سند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.